در قدم نخست و پلان ما در مربوطات ناحیه دوم بود که امروز شما شاهد افتتاحش هستین و کارش به اتمام رسیده. بعد از این ساحات ناحیه اول شهر کابل است که او طرف دریاست. بعض نقاط دیگه ناحیه اول شهر کابل هم ساحات تاریخی است که ما کوشش میکنیم انشالله العزیز که به مسبک تاریخیش دوباره. سال در مردم تر کور ساختم بهار آمد چشم بینم به چشم کور دنیا را گرفت از من قضا ای دوستان آخر چشمان دنیا را نکردم شکر آن ساعت که در گلزار میگشتم مگر دیگر به خلق این شاید آن کابل زیاد نقشه بسیار مقبول آوردن که ما دیدیم طراحی چه قسم که نقشه را طراحی کرده بودن بر ما نشان دادن اونمو نقشه را که ما دیدیم دیگه کلگی بهش هم نظر شد یعنی خوش کلگی آمد اونمو را باز کلگی ممو چیز کرد این منطقه 3 سال تیر میشه خود حساب همین تاریخ از این آثار قدیم است که تقریبا از 100 سال قرن پیش است این منطقه میباشد هویت کابل و کابلیان یه نمی درسته است با این نمی شاد شمشیری ولی یه نمی چند تا منار که در کابل مانده یکی نمی توپخانه دیگه جای اماکن قدیمی تاریخی رو برای ما نمانده هویت کابلی های نمی ساختمان های چه هدف ما احیای دوباره کابل قدیم شهر تاریخی و در از این کشوروالی کابل در تمام ابعاد بسیار کوشا است و همروزه هم شهری های عزیز کابل ما شاهد خدمات بزرگ کشوروالی کابل به سطح شهر کابل است یک بخش مهمش همین ساحات تاریخی است که دوباره احیا شود مردم ما در داخل و بیرون منتظر شهرهای قدیم خود است و انشاءالله العزیز که ما به نوبت به او ارزوها مردم خود را میرسانیم در قدم نخست و پلان ما در مربوطات ناحیه دوم بود که امروز شما شاهد افتتاحش هستین و کارش به اتمام رسیده بعد از این ساحات ناحیه اول شهر کابل است که او طرف دریاست بعض نقاط دیگه ناحیه اول شهر کابل هم ساحات تاریخی است که ما کوشش میکنیم انشالله العزیز که به مسبک تاریخیش دوباره دید. پیشنهادات ما در این راستا مشخص است و همه روزه از طریق رسانه ها از هموطنان عزیز خود طلب حمایت میکنیم که شهرولی کابل را حمایت بکنه بخصوص در بخش زیبایی های شهر کابل ساحات تاریخی شهر کابل که مشترکاً از طرف وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و شهرولی کابل به پیش برده میشه خواهش ما می است که در حفظ و نگهداشت از این بسیار همکار باشند بسیار متوجه باشند تا بتوانیم دوباره کابل قدیم را با مفرهنگ قدیم احیا بکنیم شما میتونین که تفکیک را بکنین و ما هم در ابتدا که آمدین اولین مجلس ما با دکانداران عزیز از محلات و با مالکین مارکت می بود که شما به زور گرفتین ساحات تاریخی را از بین بردین که توجه مردم در این صورت نمیگیرد من مطمئن هستم هر توریستی که از بیرون به کابل میاد اولین ساحاتی که اونا بیننده باشه شاید ساحه ناحیه دوم شهر کابل همی شهر قدیمی حامد هستم زندگی ما در کابل میکنیم در ساحه پل باغمی هستیم دکاندار هستیم دیگه این دکانای ما سک ما کابل قدیم برتان پس آوردیم در این ساحه دیگه ما دکانای 3-4 دکان داریم من در این ساحه از 15 سال 14 سال میشه دکاندار هستم خود از پدر دکاندار هستیم پدر ما دکان پدری ما که به نام الهاج عبدالعلیم پیش است از 60 سال بیشتر قدامت داره در این منطقه که خیاطی ما میکنیم دیگه اینمی چیزایی که فعلا جور شده امی چوب که شده امی دکانای ما رو دروازه شده این کلگیش پدر ما قصه میکنه این سابق در دوران دکتر صاحب نجیب و طالبای گذشته که کدام وقت بوده که اونمو از امو دوران نستک اینمی فعلا سیستم دیگه کم تغییرات
سابق بود دیش فعلا نالا خوب شدن. ما هود که جریان داره می چیز بر ما گفتن که نمی دکانای تانه با سیستم سابق جور کردن. بر ما اول دکاندارا قبول نمیکرد، بعد یک نقشه بسیار مقبول آوردن که ما دیدیم طراحی چه قسم که نقشه را طراحی کرده بودن بر ما نشان دادن. اونمو نقشه را که ما دیدیم دیگه کلگی دیش هم نظر شد، یعنی خوش کلگی آمد، اونمو را باز کلگی ممو چیز کرد. این نقشه تمامش از جبای شخصی کلگی دکاندارا و مالکا شد. برادر ما گفتنی مامی است که عبادات تاریخی را باید کلگی پس جور کنه، بخاطر کابل، کابل قدیم است، کابل باید به چیز سابق بود اونم قسم باشه و امون نمای کابل آگم نکنن و کوشش را سرمایه گذاری سرچیدی کنن که به مردم افغانستان و امی مردم فقیر افغانستان و برشان فایده برسه، نیک تاوان برسه. سرمایه گذاری سرچیدی شوه که خود مردم افغانستان نشان بده که مردم افغانستان است و مردم هستند که هم غیرت، مردم با غیرت و هم مردم که کار میکنن، زحمت میکشن و به فامیل خود روزی میبرن. اونمو این منطقه 3 سال تیر میشه خود حساب همین تاریخ از این آثار قدیم است که تقریبا 100 سال قرن پیش است این منطقه میباشد. به خاطر همین رنگ آمیزینی بیای از این بسیار خوب مقبول شد، او شهر هم صفا ستره شد. اکثریت دکان ها پیش بر آمده بود، اونا پس زده شده و داخل خود خط سیر آثار قدیم منظم شده. خامخا خوشحالتیم به خاطر که شهر هم صفا ستره شد، او همی خود همی دکان ها مقبول تر شد، منظم شدن دوالای هر جایی که باشه باید منظم شهر بسازن، رنگ کنن، صفا و ستره بسازن. هر جایی که اگر پیسه دارن نباشن، با چرا که تعمیر از خودش است، مالکش از بود کرایه میگیره، باید منظم بسازه چیز خوده. حالی گفتم دولت از شماست، ملک دولت یک سکر جان میروان از کار برای سپرده میشه. امید به خدا دارید، با شما بسیار خوش هستیم. از همون کابل زیبا مثل که مرا گفتن سه به تلویزیون بردیم به خاطر کابل بهار سال نو مگه تو کدام سال نو مرده به تر کور ساختن بهار آمد چی شام بینم به چشم کور دنیا را گرفت از من قضا ای دوستان آخر چشمان دنیا را نکردم شکر آن ساعت که در گلزار میگشتم مگر دیگر به خوبی نو شاید کان کابل زیما را حال شکر اینه به چی شم ببینم انشالله یک وادی دیگه هم میتونم قربانتان خوش باشم که کابل قدیم را احیا میکنیم با فرهنگ قدیم سیستان انشالله تعالی امو اخلاق و ادب و فرهنگی که مردم کابل در گذشته ها داشت در تمام دنیا نبود. مردم از ما شما تقلید میکرد در پوشیدن لباس، در استفاده غذاها، در اخلاق و ادب شهری و متاسفانه که در گذشته او را از دست دادیم و ادب میتون بخشیدن انشالله که او را دوباره ایجاب کنیم انشالله تعالی با امید خدا میگه صف گمگشته باز آید کنان غم مخور کلبه حسان شود روز گلستان غم مخور این دل غم دیده بی شود حالش بد نکنین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور خوش باشه قربانتان شما بود ما پیشتان میاییم ما خادم هستیم سبقی چون خدا جانم بله آقا جان تغییرات دگاه میاییم خودمی چند تلویزیون گفتیم کابل ما چور شد آقای کن خانه ما مسجد ما تا قبرستان ما برای زیگه وطن ما را اینمی تنظیم ها خراب کرد آقای کن اسلام به تنظیم چی لا اله الا الله محمد رسول الله کل ما با بازوی یکی دیگر رسیم ما خب پیشتر هم گفتیم آقای کن با دلیمی دریا و بازوی میکدیم زمانی بود که کلش آدم ها بود آقای کن آدم ها بود امنیت بود آقای کن برادرها از اطراف می آمد در چمن خو می شد که دالر هم در زیر سرش دوازکتش می بود کس قدرت نداشت سعی کنه توریست ها شوا و روزا آقای کن در کوهای پامیر بدخشان می رفتن امنیت بود آقای کندم حال که امنیت تان آمد امید به خدا داریم که کل کار هم جور می شد ولی آقای کن آنقدر خوش هستیم که خدا می فهم چرا خانه ماست وطن ماست باید جور باشه آقای کنده بله بله اون که آزادگی و کنج قناعت گنج است که به شمشیر میسر نشود سلطان را برو از خانه گردون بدر و نان در طلب کن سیاه کاسه بخیر بکشد میمان را دیگه نال آقای کن خدا ما را قناعت نصیب کنه و جوانا پیام به جوانا نمیز که دعای پدر مادر را بگیره درس بخونن آینده وطن کلشان است ولی آقای قلی نمود زیبا بود غیر جشنایی که جشن نجات بود جشن پشتونستان بود جشن اطفال بود باز یک جشن نمی جزمی به نام خیاطا و کلودوزان ما داشتیم آقای قلی باز هر کدام تخت می کشید برای
چراغان میکردن کابل وزی دریام سای پاک صفا او بود. دیگه ما با امید امون روزه که دیگه بیکار رو نبینیم، فراری رو نبینیم، پودری رو نبینیم و یک جوان رو نبینیم چرت بزنه، امید آرزوی ما نمی ساقای قدر. کابل جان چقدر میشه یک کار میکنی خودت؟ یک چل سال میشه، 35 سال. 40 سال. در چند سال تغییرات از دکان‌ها برام چه تغییرات آمده؟ تغییرات خو خیلی زیاد آمده. انسان جوان میباشه پیر میشه دیگه. این خو من مونتا دکان ما همونطور مونده. همونطور پیری پیر مستفاده ما رو مونده. در این دوره امارت اسلامی چه تغییراتی آمده؟ دوره جمهوریت چه تغییراتی بود؟ در جمهوریت خو دکان‌ها رو خیلی خراب کرده بود. یعنی امارت آمد ولی یک ذره پس دوباره با امارت خودش برگشت. یعنی از کار امارت راضی هستید شما؟ بله ها، چرا هم یک منطقه تاریخی، تمام جهان همین منطقه تاریخی خود را نگاه کرده، حفظ کرده. اما از ما خراب شده، بخاطر چی؟ یگانه هویت کابل و کابلیان یه نمی درسته است، باقی نمی شاد شمشیری، ولی یه نمی چند تا مناره که در کابل مانده، یکی نمی توپخانه. دیگه جای اماکن قدیمی تاریخی خود بر ما نمانده. هویت کابلیان یه نمی ساختمان هایش هست. معلوم شده که یه نمی کابل هست. بودا و حالا ماست. این هم بسیار مهمه. ما درباره داخل دکانتون چیزی نگفتی؟ آره این سوال من باید رنگ کنید یا شی پیگه تغییر بدید؟ نه دیگه، خود معلوم دار است که از ما هم بود قدیم از اون دیوال سگ یک متر 20 سانتی بود بردار و بدون سرتاق است. سرتاق نداره این دیوال، این هم یک متر 20 سانتی یه از خش خودش دوباره میتونه که ساخته شده بود مانده. من از درانهای سابق دیگم مانده. بله اونم تو اون سعی کنم من چیزی هست معلوم بشه. این دکان ها چند سال است که در اینجا هسته؟ خیلی قدیم هست که شاید ما نبوده باشه. شاید ما وقت اولان هم نشده باشه. قدیمی است. یعنی خشت و سنگ و چیزایش در دوره سابق خوب قوی بوده؟ درمان سابق هست. بسیار خوب. چی پیام چی گفتنی داری خودت آجی سایی؟ پیام من اینه میز کنیم وطن ما آرام باشه، همین مردم در سال صفا زندگی کنه، همون جاهای تاریخی خود ما حفظ کنیم. حاجت حکومت نیست، باید از خود ما قضاوت کنیم، خود ما حفظش کنیم. رومت جورنال هستم، یکی از انجینیرهای بخش لاوه سایه شاد شمشیری ولی می باشم. ما حدود یک ماه شد که در اینجا مصروف هستم. در بخش لاوه هستم، دیزاین دیکور مثل که شما می بینید که ما این کارهای بخش چوبش گرفتیم و ما میخوایم که یک سیستم قدیمی مثل سابقش باره بزنیم. این توسط خودم دکاندارا ساخته شده و خودشان بودجهش توسط دکاندارا داده شده. حدود یک ماه شد. ما لاهای ما زیافت، مثلا آینه کوریشی میلاد از دو قسمت طرف بالا برین، تمام لاهایی که میبینین بعدا زیافتر لاهای زیافترش هم میبینین کار ما هست. پیام همیز برای شهروندای ما که جایی که تاریخی است باید حفظش کنن و از دولت ما خواهش ما همیز که جایی که تاریخی است تخریب شده اونا را بازسازی کنن و درست کنن.